سلام باقی بنیسد. جلسه دوم گفتگو رو آغاز میکنیم. در جلسه قبل در رابطه با مسائل جبهه ملی دیدگاه های اونها و بررسی کردید که چگونه جبهه ملی دوم چه مسائلی بر اون گذشت. بخواهم ازتون سوال کنم که اگر زاویه امروز بخواهید به مسائل جبهه ملی دوم که بعداً به جبهه ملی سوم منجر شده است، چه عواملی و چه ویژگی منجر به این شد که پس از 8 سال یا 9 سال از کودتای 28 مرداد رهبران باقی مانده جبهه ملی و شخصیت‌های سیاسی و فرهنگی آن دوران نتوانستن یک تحلیلی از شرایط برای ایجاد یک جریان ملی که بتوانه به عنوان یک آلترناتیو فکری و سیاسی در درون اون نظام شاهنشاهی آن روز حرکت بکنه، تحلیل امروز خودتون رو خواستن از شما بپرسن. امروز کنم به شما جبهه ملی تو تلویز که میباید یه معنایی داشته باشه دیگه. جبهه ملی یعنی حد و مرزی در درون مرزهای کشور نشناسه، به ترتیبی که بتونه همه این ملت رو در راه یک هدفی که متعلق به همه این مردم است بسیج کنه و راه بیندازه. پس باید یه هدفی داشته باشه که هدف ملی باشه، که همه این مردم در شریک باشه و روشی رو برگزیند که همه این ملت بتونه در مبارزه شرکت کنن و به نتیجه برسن. اگر این دوتا خواسته رو نداشت، خب اسم هست، فقط اسم هست، محتوا ندارد. هدفی که بتوانه همه مردم رو در بر بگیره در اون شرایط چه میتونست باشه؟ در وحدت ملی رهبری مصدق این هدف رو در دو اصل بیان میکرد: استقلال و آزادی. 28 مرداد حکایت از این داشت که این یک مقدار نقصان دارد. خب بعد 28 مرداد باید نقصان رفت میشد، نه از اون که همه هست کمتر میشد. اگر استقلال و آزادی کافی نیست، آزادی به تنهایی بذاری قولا، خصوص به این که خب آزادی هم میشه بی محتوا اگر با اصول دیگری همراه نباشه. پس یک کسر اساسیش در این اصل راهنماش بود که استقلال رو به استقلال مسئله میگذاشت برای بعد، از این لحاظ که قدرت خارجی این وحشت نکنند. حالا من مثلا حتی اقل رو نگاه میگم، نمیگم اینها روی خط وابستگی به امریکا بودن، نه کمال من نیست، بلکه روی ملاحظه بودن. به اصطلاح سیاست واقعی واقع بینانه اقتضا میکرد که سیاست خارجی رو که اون وقت مسلط امریکا بود و نیستم به اصطلاح سرشاخ نکنن با خود. خب میمونده از اون میزانی هم، چون عدالت از دید امروز من نقص جریان های چپ اساسا این بود که یک فریب بزرگ رو خورده بودن. اون فریب این بود که عدالت هدف نیست، عدالت این میزانیست و روز به روز اعمال روی سنجیده بشه. اگه بشه هدف دیگه صفر قیمت ندارد، یعنی هرگز دستیافتنی نیست. و ما حتی اون میزان رو هم مثلا در جبهه ملی نداشتیم. مثلا فرض کنید که مسائل مثل مسئله ارضی، مسئله زنان، عرض کنم به شما حقوق زحمتکشان،
و از این نوع جمعه های مادیه، ولی از جهت معنوی هم بسیاری کسی ها جامعه ایرانی دارد. خب اینها میگفتن اگر ما بخواییم وارد این مسائل بشویم، قشرهای زیادی از جامعه ملی بیرون میروند، ولی اونا محبشون رو در خطر میبینند، جامعه ملی رو ترک. باید اینا به اصطلاح در ابهام بمونه. خود این ابهام موجب میشد که ما از چیزی که جامعه بتونه لمس کنه، یعنی همون میزان، این رو جامعه ملی فاقد بود و جامعه باید چیزی بشه. ما میگه آزادی، اما این باید که در زندگی روزمره میزانی باشه که جامعه رو لمس کنه که معناش در زندگی روزمرهش این است. عدالت، این باید ببینه روزمره چه تفاوتی خواهد کرد اگر این میزان در کار بیاد. اینا تو کار نبود. خب برای اینا اضافه میشود طبیعتا نقص سازماندهی و روش. خب کدوم روش؟ قهرآمیز، غیر قهرآمیز، غیر قهرآمیز. اگه شما گفتی غیر قهرآمیز، برای اینکه موفق بشه ناچار میباید یک خاصه ای داشته باشه این روش که امکان بده بر استبدادی از نوع استبداد شاه پیروز بشه. ولی صرف این که من مخالف قهرآمیزم سبب نمیشه که شما مبارزه بکنید. یا حتی بگی قهرآمیز، اونم باز یک سازماندهی خاص خود میخواد. الان صرف این که بگیم من موافق قهرآمیزم، مبارزه را قهرآمیز نمی کنه، حتی اگه چند عمل قهرآمیزم انجام بده. اینا در مجموع کسری های اون روز جبهه ملی بود. بر اینها اضافه می شود به این که مصدق زندگی تا بره فرهنگ و بیاد اینها مثلا زندگیش در اون جامعه گذشته بود. حالا جامعه شناس بود نبود یه مسئله هست، اما زندگی کرده و با مردم و واقعیت ها بار آمده و میدونه که چی بگه چی نگه، این یه مسئله دیگه هست. چیزیش که خود من تجربه کردم بعد از در همین دوران مرجع انقلاب ایران در دو سال اول انقلاب، هر جامعه ای خصوص جامعه های نظیر ما که اینا طی قرون یک حرفایی دارن همینجا جمع شده، استبداد نگذاشته اینا اظهار بشه. حالا یک کسی اگر پیدا شد و اینها رو اظهار کرد، این جامعه را میفته به حرکت میاد، شوق پیدا میکنه، شور پیدا میکنه، اصلا حالت زنده پیدا میکنه. اگر جبهه ملی است قاعدتا میباید که بتونه این رو بیان کننده این حرفای ناگفته یک ملتی باشه در یه دورانی، بس به این که دوره تاریخیش دیگه. خود این جامعه دو قرن تحقیر شده، این وقتی یه پیرمردی رو در اون قیافه مصدق میبینه که این استاده جلوی قدرت خارجی رو میگه نه، غیر از خود اون بیانی هم که میکرد در این نگفتن، در این شخصیت ملی که اظهار میکرد، این جامعه رو به هیجان میآورد و به حرکت میآورد. خیلی کم ممکن بود کسی بتونه بی تفاوت بمونه. چون که وقتی از دنیا رفت، یکی از این تبلیغاتچی های رژیم شاه، روزنامه‌نگارای اون وقت خیلی گفته بود من شبی تا صبح نخوابیدم، این دکتر نرقی به من تعریف کرد، اون گفته که من خواستم برم پیش شاه بگم ما که طرف شما هستیم. از خودم پرسیدم چه وقت من احساس شخصیت کردم به عنوان ایرانی، دیدم در دوره همین پیرمرد. حالا این یه حق یه فاتحه نداره تو این کشور؟ کسی که ما شخصیتمون رو مدیون اون دوره ای. این چیزاست که اینا در توی یک ملتی
از یاد رفتنی نیست که انقلاب کنه که ملتی حالا هر قشری باشد موافق باشه مخالف باشه بخاطر یه نظر از خودش میخواد بپرسه که من کیستم شخصیتم کیه یا چیزا رو بیاد تو ذهنش اون جبهه ملی باید این چیزا رو بیاره تو ذهنش به نظر من اگر حتی این جبهه ملی به جای آزادی که در واقع استقلال هم اون آزادی است اون برای قضیه رو چسبیده بود که من نمیپذیرم کودتا رو خیلی بیشتر میگرفت کارش تا بیاد و عملا بگی که پذیرفتن چون ولی اون نظرم هم نگد و فلان اما استقرار حکومت قانونی یعنی من پذیرفتم کودتا آقای دکتر بایستر شما بیشتر از صحبتون در این قسمت آخر به این تو ذهن من تبادر میکنه که موضع‌گیری های بخشی لاغل از درون رهبری جبهه ملی آن روز در ارتباط با حکومت دکتر امینی و از جمله رفرم های شما مورد نظرتون هست بیشتر از اونها تون نظر باشه من با اونا زیاد اصلا چه نمیدن از جبهه ملی خودشو با قدرت و حاکم و اینها نبود که میباید در رابطه با اونها ارزیابی میکرد و روش میسنجید و هدف مهم در رابطه با مردم بود که میباید این کار میکرد ولی که درست دقیقاً رفت و رو اون یکی رو قدرت دیگه در رابطه با قدرت میخواست خود چه تعریف کنه و این عیب اصلی قضیه بود نجه این از جامعه اتصالی به جامعه پیدا نمیکرد اونجور که مثلا مصدق پیدا کرد اونجور که بعد ما در دوران مرجع انقلاب ایران پیدا کردیم اینا کسری های جبهه ملی اون روز بود اما این چیزایی که الان من میگم اون روز هم قابل دیدن بود و دیده میشد و گفته میشد منطقه گفتم خب اون دیده که ایرادی که بر اونها وارد بود اینه که واقعیت روز جامعه کمتر دخالت میکرد در تصمیم گیری ها و راه و رسجوی هاشون بیشتر یک نظرهایی داشتن تو ذهنشون اون بعد اساس اونا عمل میکردن در ارتباط با همین دوران که در واقع ناموفق شدن جبهه ملی هست با حادثه مواجه میشیم که شما تقریبا 9 ماه 8 ماه بعد به خارج از ایران میایید حادثه 15 خرداد 1342 ارزیابی اون روز شما چی بود راجب خرداد 1342 هرشون هم به شما همین قبل از این 15 خرداد چندین تجربه دیگه هم هست که این نشون میده که یک چیزی هست که به اونها به چسبی عموم جامعه و حرکت میاد مثلا زلزله قزوین یادتون هست؟ بله در اون زلزله قزوین ما رفتیم روی این خطی که اگر فرض کنیم به مردم ایران پیشنهاد کنیم که خودشون مستقیم کمک کنن ببینیم چی تأثیر میکنه مدت طول کشید تا شورای جبهه ملی این پیشنهاد پذیرفت ولی پذیرفت و اعلامیه داد و اصلا تهران یک جا را افتاد در قضیه که نشون میداد که اگر شما برید روی اون چیزایی که جامعه میخواد ولی نمیتونه اظهار کنه این جامعه خب به تنگ آمده بود از این فساد حاکم در رژیم شاه و این فرصتی بود بهش میدادی که هم یه بیان سیاسی میکرد هم بیان همه یه چیزاش ارضا میکرد و راه افتاد همینطور 15 خرداد حالا من از اون میام به قضیه 15 خرداد این تا 15 خرداد پیش بیاد این حرکت پیش بیاد این دانشجویان دانشگاه روزه ها در این اجتماعات مذهبی شرکت میگردن و در اون روز که صبح آقای خمینی رو گرفتن یه حرکتی تو جامعه شد همه حرکت با ما تهران حرکت کجا میدی کجا بود عملا تایید هم نکرده بود اون حرکت رو مثل اینکه اولا به در
در زندان بودن اون رهبرش، چند تاشون که بیرون بودن. یک اعلامیه هم نوشتن اما نتونستن محاکمت کنن، نه از باب جزات، باب اون طرف، از طرف رژیم شاه نگرانی از واکنشون رژیم. نتیجه خب جامعه حرکتی کرده، رهبری سیاسی قایمه، اصلا قابل فهم نبود، برای هیچ کس قابل فهم نبود. چطور میشه اینجا غیبت؟ شما چیه؟ حضور داری نداری؟ حالا بعد دکتر صدیقی از زندان اینا که آمدن بیرون، دکتر صدیقی به من گفت که چون اون روشن کشاورز آمد گفت که این صنعتی زاده میاد اونجا زندان، رفت بود پدرش ببینه بنده صنعتی زاده رئیس اون بنیاد فرانکی این میاد بعد انقلاب میشه زندانی هم شد نمیدونم میاد اونجا صحبت به سلام مذاکره میکنه طرف دربارو اینها. ما بعد فهمیدیم که بعد اونا میه پیشنهاداتی میکنن که مثلا بتونن اونا باشگاه داشته باشن، روزنامه داشته باشن، جبهه ملی در نماینده داشته باشن، مثلا اینجور در این حدود. ما هم اونا به زندان پیغام کردیم که شما بخواید بسازی با این شاه، ما اعلامی میدیم شما نفی. اونا اونجا گفتن آقای صالح بود، اما حالا من مطمئن نیستم که صحبت از آقای صالح است یا عمومی است. به هر حال گفته بودن که شما غلط میکنید، دوره مثلا عوامزدگی دوره مصدقی سر آمد و جبهه ملی میگوید شما هم اطاعت میکنید، اگر نه شما جبهه ملی شما را نفی کنید. تا اینجا رفت قضیه. عرض کنم به شما بعد پونزه چیز باید شد. دکتر صدیقی گفت که اون روز میخواستن آقا یک اعلامیه ما امضا کنیم، موافقتنامه امضا کنیم. من دیدم آقا جان صدای گلوله میآید. گفتم آقا اینجا ما اصلا نمیدونیم چه خبر است، کسی در زندان موافقتنامه امضا نمی کنه، اقلا برویم بیرون ببینیم چه خبر است. و ما نگذاشتم امضا بشه. خب حالا مثلا از نظر سیاسی حالا نگاه کنیم، مثلا یه نوع فریبی بوده در بار به اینها داده، مشغولشون کرده به انت موافقت تا این وقت مثلا کار آخونده رو مثلا روحانیت رو بسازه، بعد برگرده تصفیه حساب کنه با این دشمنانه به قول خودش اصلی. همینطور هم شد. پس 15 خرداد از دید ما اینجوری گذشت. البته روز 15 خرداد ما از ظهر به بعد در شهر مشغول بودیم به این زخمی و این چیزا رو از این بیمارستان به اون بیمارستان بردن. تو خیابانا اینها رو جمع میکردیم، میخواستیم که کسی رو دادرسی نداشتم چرا، و میبردیم به این بیمارستان ها میخوابونیم. این 15 خرداد پس یک به اصطلاح حرکت عمومی خودجوشی بود، چون کسی که به مردم نگفت تو حرکت کنیم که. حالا ما وقایع بعدی و اطلاعات بعدی معلوم می‌شود که اگر واقعا یه سازماندهی می‌داشت 15 خرداد این حرکت خودجوش، احتمال زیاد بعد از ظهر اون روز رژیم شاه رفته بود. اینطوری که معلوم می‌شود ظهر دیگه حتی سربازایی که تو خیابان را داشتن گلوله‌هاشون تمام شده، به یک حالت پریشانی در اون رژیم حاکم بود. اما متاسفانه اون سازماندهی رو نداشت و جبهه ملی هم که غایب بود، نتیجه سرکوب شد. و خب حالا این جامعه‌ای که خودجوش حرکت میکنه و وقتی میاد وارد صحنه میشود، میبینه که اونی که میباید قاعدتا دیگه، چون اون وقت چنان که در سالهای 56 و 57 هم همینطوره، اگر مردم فرضشون این بود که کسی نیست که جانشین رژیم شاه در رهبری کشور بشود، که جامعهی به خود زحمت حرکت نمیده. اون روزم مردم حرکت کردن فرضشون این بود که یک رهبری
خط مصدقی وجود داره. فرضشون نبود که زمین خالیه، هیچ کس نیست. ولی خب عملا دیدن که نه، خالیه. و این هم به اصطلاح ضربه بعد از چه میگم اون کنگره بود که به جبهه ملی وارد شد. خیلی خیلی به اصطلاح اثرات بسیار عمیقی گذاشت، خصوص در جامعه جوان دانشگاهی، چون یک سوالی بود که جواب پیدا نمی‌کرد. آقای مسعودی، ما برگردیم قدری به دوران زندگی خودتون در دانشکده الهیات که قبلا نام معقول منقول داشت. شما در این دانشکده چقدر برداشت هایتون از مذهب یا مطالعات این دورتون از در مذهبی تقویت شد و چه خاطری از این دوران تحصیل دارید؟ مثلا ربطی به مطالعات من در مورد دین این دوره نزد. نبوده؟ نه، برای اینکه درس هایی کنجا میخوندم یه چیزایی نبود که مبنایی بده دست آدمی. تاریخ علوم در اسلام و یکی به اصطلاح اونجور مایهی به آدمی نمیداد که آدمی بتون رو دستمایه کنه برای بعد. به اصطلاح بگیم به این که مشکل اون بیان دینی چه در اون قسمت که قسمت خیلی کمیش در این معقول منقول تدریس می شد این است که پاسخ این سوال که دین چیست، این رو به دانشجو نمیده، چه برسد به این که دانشجو بتوانه اون رو مایه کنه برای بعد. از اون جهت هم من در اون دانشکده نرفتم که نه. چون به اصطلاح سال داشتم اینجور از دست میدهد من مفت، گفتیم خب یه جای به اصطلاح مشغول بشیم تا بعد وارد دانشکده. اون دوره بیشتر مطالعات من در همون دوره در خودم در خارج به این جامعه شناسی ها کتاب و این چیزا میخوندم. با این حال چون به اصطلاح شروع کردم این رو هم از اون تعلیم و تربیت داشتم که انسان کاری رو که شروع کرد نصف راه نمی‌کنه، و پس گفتم حالا که شروع کردم حالا تمام کنیم اینجوری به اصطلاح چیزی که مایه و اساس بشود در اون دوره از اونجا من ندارم. ولی شاید واقعا بین بین الله گفت که چیزی نه. خب بعد کار زیاد کردم و چیزایی رو به دست آوردم، اما مایه و پایش اونجا نبود. دیدیم برخی از معممین مثلا بعد از حوزه علمی مثلا خواستن تحصیلات دانشگاهی کنن، کم شمار البته، ولی میمادن دانشگاهی الهیات مثلا. من بر اساس اون برداشت فکر مدرکش میامادن، نه برای علمیتش بودم. اونا بسیار اونایی که میامادن و درس خونده بودم در اون حوزه اینجا برایشون چیزی نبود، چیزی که داشته باشه. من بر اساس این برداشت فکر کردم مثلا دانشگاه الهیات جایگاهی بود که اینا می اومدن. واقعا چیزی نداشت. نمی‌شه گفت که چیزی داره. نه. بله. شما در همین دوران، همین سال‌هاست، همین ایام است که مؤسسه تحقیقات علوم اجتماعی فعالیت می‌کنید. مثلا خاطراتتون رو از دوران این فعالیت بگید. چون برخی از کسان بعد از شما تا دوران انقلاب در این مؤسسه یا قبل از انقلاب مثل اوشن کشاوردین ها فعالیت کردن در ارتباط مسائل اجتماعی، واقعا این مؤسسه چجوری پیدایش پیدا کرد و خودتون نظرتون چی بود اون روز و بعدا آیا موفقیتی داشت؟ خود من پدرم رفت مشهد به زیارت و این فرصتی شد که من هم تصمیم جذب کردم که تکلیف رو یکسر کنم. و این مادر مثلا همسر برادر من که ما بهش میگفتیم مادر منیسه، همسر سرهنگ منیسه بود، زن فرانسوی بود.
معلمی میگرد تو تهران نزدیک 100 سال نزدیک 100 سالگی مرحوم شد چند سال پیش در تهران. این یک شاگردی داشت به اصطلاح از طریق اون شاگرد من معرفی شدم به دکتر نراوی در مؤسسه علوم اجتماعی. مسئول مؤسسه بود اون موقع زمان؟ مدیر مؤسسه. رئیسش دکتر صدیقی. وقتی رفتم میشه دکتر نراقی، او من رو معرفی کرد به پول وی ای جامعه شناس فرانسوی، اونجا مؤسس کار میکرد و من با او شروع کردیم به کار کردن. بعد اونجا رفتم فهمیدم رئیسم دکتر صدیقیست. خب او رو میشناختم دیگه به لحاظ فعالیت های سیاسی و اینها. و به این ترتیب شروع به کار کردم در اون مؤسسه و همین ترتیب که الان شما گفتم. در اون مؤسسه شب اول تمام شد کار ما، با اون پلیوی رفتیم به این اونجا مؤسسه مدرسه دانشسرای عالی قدیم، رفتیم به این کنج بهارستان مثلا قنادی و کافه یاس بود. بله. اونجا نشستیم آب انا رو اینا سفارش کرد دادیم و صحبت میکردیم و این بر اون بر. معلوم شد به این که این میخواد کار بکنه و اونجا گله داشت که این و میان اونجا خیال میکنن محل اتاق کار محل گرده است و می نشینن و گرده کردن و این یه چیز میگه اون یه چیز میگه. شب که شو بچه کاری هم از پیش نرفت و من میگم مثلا برای چه من به اصطلاح از دانشگاه از فرانسه خواستم بیام اینجا چه کار کنم خدای من برای درست میکنم. پس به اصطلاح اون اتاق رو خلوت کردم از اینجاست. خیلی با صراحت گفتم اینجا محل کار است، آقایان گهده میخوام بفرماید، اون اتاق آقای مدیر. و این ترتیب اونجا رو خالی کردیم از این چیزها و شروع کردیم به کار. اول کاری هم که سنجش افکار کردیم راجع به سینما مشغول شدیم به اون رو جدول درست کردم برای اون چیزها رو ترتیبی که من عمل کردم اون پولویه رو خوش آمد و از این مارکسیست هم بود. این پولویه مارکسیست هم بود و البته شب اول روز اول وقت بحث ایدئولوژیک و این چیزا با من نکرد هیچ وقت، ولی خود روش و این کار و این چیزاش معلوم بود که در اون خط ربط هست. عرض کنم به شما بعد اونجا رو توسعه دادیم. حالا هیچ پولم نیست توسعه دادیم و دکتر سیاسی که موافقت کرد که مؤسسه رو در دانشکده ادبیات بود دیگه، جز دانشکده ادبیات موقع رئیس دانشگاه بود دکتر سیاسی، رئیس دانشکده ادبیات بود. پولی برای این که اونجا فعالیت متناسب با خود چه داشته باشه که نداشت دانشکده، بودجه خیلی مختصری داشت، با اون بودجه کار وسیع نمیشد کرد. این یکی دو تا تحقیق راجع به آبادان انجام دادیم، پولی از اون بابت گرفتن، من سهم خودم رو نگرفتم با اینکه بسیار محتاج بودم به لحاظ اینکه به اون ترتیب میخواستم دیگه اون خط آخوندی رو برم روحانی داشتم، با این حال نگرفتم و گذاشتم برای اون کارمندای اون چیز همون قسمت مطالعات شهری. تا همینجا کار کردیم و بعدم رفتم من یک روزی به وزارت دارایی سرلشکر اخوی بود سرلشکر آقابی نبود که رئیس بانک سپه نه سرلشکر چیز بود که رئیس وزیر دارایی بود زرگان بود بعد اون رو هم آوردیم به مؤسسه و آمد کارهای ما رو دید و
یک بودجه 400,000 تومان بودجه داد برای مؤسسه. اون وقت رقم قابل توجه بود. اون وقت بله. پس ما مؤسسه رو توسعه دادیم با این بودجه که در واقع زحمت چه همین مؤسسه قسمت متعلق شهری گرفت. تا وقتی من اروپا بیام 11 تحقیق انجام دادیم. از چه فاصله زمان؟ 2 سال تقریبا یا 3 سال؟ آره بله همین. 2 سال دادم. 2 سال 3 سال. بله. از سال 39 بود دیگه. بله. تا 42. بله. عرض کنم که 3 سال. تحقیق انجام دادیم که بسیار این هم در خارج منتشر شد. هم به صورت مقاله به امضای من و کلیه. دو تا هم به صورت کتاب. یکی اتای فئودالیته در ایران. دولت به فئودالیته در ایران که امضای کلیه چاپ شده و نوشته در مقدمش که با همکاری کنم. یکی هم بازار زمین در تهران. پس اون مؤسسه یک کار دیگر میکرد. حالا این کارهای علمیش بود که به اصلا فعالترین قسمت تا وقتی من به خارج بیام همین قسمت مطالعات شهری بود. هنوز اون قسمتهای دیگه یک شکل مشخصی پیدا نکرد. یک سمینارم در مورد شهر تهران تشکیل دادیم که اون وقتی که سمینار تشکیل شد من زندان بودم. در حال باجه ملی مدت زندانی بودید؟ بله. دیدم که مهندس بازرگان اینا هم راجب در اونجا مثلا راجبه اون راجبه مترو و اینا صحبت کرده که اگر شده نیست نشده نیست. اون کار دوم این است که در واقع شما توجه بکنید غالب این چیزای حرکت های بعد از سال 40 سرآغازشون از این مؤسس است. مثل فدایی های خلق عرض کنم به شما همین مجاهدین خلق و حرکت های اسلامی هم آدم هایی بودن که در اون مؤسسه به اصطلاح فعال شدن وارد زمینه تحقیقی و اینا شدن و فعال شدن جوری که سوای این عراقی آمد یک روز گفت که این سوای میگه که این مؤسسه شده مرکز تعلیم تربیت انقلابی، افراد انقلابی اینجا داره تربیت میکنه، هر چه ضد رژیم اونجا جمع شده تو مؤسسه که به این ترتیب به اصطلاح یه محیطی شد که اونایی که مثلا دانشجوهای علوم اجتماعی اینا فرصتی پیدا میکردن از طریق مؤسسه در محیطهای کارگری مذهبی نمیدونم میرفتن تحقیق میکردن و لمس میکردن اون کسری که نبود به دست میآوردن. نتیجه خود لمس کردن واقعیت یه چیزه. اینکه شما روی نظرهایی که کی چی گفته فلان ایدئولوژی فلان گفته حرکت کنی یه چیز دیگه است. بخش عشایری هم میتونی مقداری کار کردن. بعد اینا بعد پیدا شد. اون وقت که من بودم تا قبل من بودم اینا یه بخشی داشت چیز نادر افشار اینا بودن بیشتر روی این مردم شناسی و به اصطلاح این آنتروپولوژی کار کردن. اندولوژی و آنتروپولوژی کم اما اونجور توسعه نداشت که بعد پیدا کرد در اون اوائل کار اینا بعد پیدا شدن. برحال با اون پرویه این همکاری من داشتم تا وقتی به خارج آمدم. بعدم که آمدم به خارج هم این همکاری ادامه داشت با پرویه؟ با پرویه. بعدم سالقه یکی دو سال قبل از انقلاب هم یک مجله رو انداخت که الان منتشر میشه به عنوان پپل مدیترانه هم مثلا ملت های مدیترانه هم. و که من در ایجاد اون چیزم با او همکاری داشتم با هم مجل. این مؤسسه پس از جهت علمی و این کار علمی و تحقیق روی زمین و روش و این که روش علمی و اینها طبیعتاً خیلی در زندگی من مؤثر شد.
از نه از باب اینکه اون روش ها رو من اونجا آموختم، نه از باب اینکه اون روش ها رو من در اونجا باهاش آشنا شدم بعد انتقاد کردم. برای اینکه تا اونجا آدم روی زمینه، این که دیالکتیک روش درستی است برای شناخت واقعیت، درست لمس نمی کنه، چون واقعیت رو می بینه، اون رو حالا توی یه قالبی می گه، یک کم این ور اون ورش هم شد تو ذهن جبران می کنه، یعنی به صدا تعدیل می کنه. اما وقتی دور می شه شما از او، چنان که من وقتی در اروپا اول مسئله گرفتیم پیش این جان کلویچ فیلسوف که باید عضویت همین کمیته سفر قبول کنه، صحبت رشد اقتصادی ایران پیش آمد و این گفت اگر ایشار رشد میده ایران رو، استبدادش قابل فهم و قبوله، چرا جامعه عقب مونده است و مخواد بیاد جلو، اگر رشد نمیده اون وقت قابل مبارزه است. این بود که ما ناچار شدیم برای اینکه توضیح بدیم که این اقتصاد رشد میکنه یا نمیکنه. خب با اون روشی که حزب توده به کار میبرد، اسمش بود دیالکتیک، رشد میداد. رشد میداد، چیزی هم درکار بود. و ولی خب از خارج آدم خودش میدونست که اینجور نیست. در خارج میدونست که رشدی تو کار نیست. این ثروت عظیم، این نفت است که میره به خارج، پولی است که میاد به صورت واردات و غیر واردات و فساد است و به عنوان اقتصادی هم چیزی جز فساد اقتصادی نیست. این دو واقعیت که یکی ارقام و اون روش ها میگوید این داره رشد میده، یکی واقعیتی آدم به خودش میبینه که اینه نه اینجور نیست. و اون روش رو انتقاد اینجوری از اینجا شروع کردم و انتقاد امکان داد که یک تحقیقی رو که بعد با کلویه هم یه قسمت چه انجام داد در دنبال نفت و غیر به فرانسه منتشر کردیم که در اونجا این توضیح رو دادیم که این اقتصاد زیر سلطه ایران چگونه در واقع رشد و صدور ثروت هاست و مسئله پیشخور کردن و از پیش متعین کردن و اینا عناوینی بود که اون وقت اساساً در اقتصاد غرب مطرح نبود. اینا یه نوع کفریات به شمار می آمد. ولی اون اقتصاد لیبرالی در واقع بهش می گفت، یعنی معناش اینه که تو داری غارت می کنی، اسم اینو گذاشتی روش. این زور داشت براش قبول کردن. حتی همین پولیه خب خودم اونجا تو اون خط رفتار بود دیگه، مونده بود توش، میگفت که این چیز عجیبیه شما با این ارقام و جدول ها و فلان، ولی یه چیزی آدم میبینه. از اون طرف هم آخه خب با همه اون ذهنیتی که اون داشت ناسازگاری داشت، اینه که چندین نفر داد این اقتصاددانها خوندن این متن، هر از روز میدونی تلفن میکنه آقا شما فلانی هم خونده، اگر مایلی بیا با او بشین کم بحث کنیم. بنابراین ما با چندین دوره با این اون از این اقتصاددانهایی که غالباً هم ظاهرا مارکسیست بودن چون اون با اونا سرکار داشت، بحث و جدل کردیم و بالاخره پذیرفتن که نه درست دیدیم، واقعیت هاست بود دیگه، که ارقام روشن، جدول ها روشن، اقتصاد روشن، همه اینا که ابهام بود میامد بیرون از ابهام. و اون در این ترتیب حاصل این کوشش در مسئله روش سرآغازش از اون مؤسسه هست، این کتاب تضاد و توحید هست. بله همین که تو این کتاب به همین بله پیش من که یه رو چیه میگه اولین رئیس جمهور، بله من گفتم که کتاب قرنه همونه. بله البته بعدا این یک زمینه ای داد که این رو از زبانش کنم، ولی من کتاب وقتی خوندم شما چنین شکلی بیان نکرده بودید، ولی این ولی بعدن کسانی خواستن بگن که ولی صد گفت آقای بهشتی ولی بگه که این چقدر خودخواه و خود بگرد که بنی صد گفت من اندیشه قرنم. وقتی من مصاحبه شما رو خوندم توی اخیراً چاپ شد با من اول رئیس جمهور پنج گفتگو در باره اول انتخابات، چون من این کتاب جمهوری اسلامی اخیراً چاپ شده به نام آقای محمد جواد مظفر چاپ کرده، با گفتگوی با پنج نفر داشت، متن مصاحبه شما رو از درون ضبط صوت پیاده کرد. آقای بنی صدر، در این دوران شما
سال 1340 ازدواج میکنید. نمیخوای راجع به انتخاب ازدواجتون قدر صحبت کنید؟ چجوری انتخاب شد ازدواجتون؟ از همشهری خودتون ازدواج کردید؟ این همشهری کردید؟ باید توضیح هم بفرمایید، چون خانمتون حدود 40 سال در مجموعه حوادث و مسائل در کنارتون بود. البته ایشون هم باهاتون صحبت کردن، از داره محبت کردن، قبول کردن گفتگویم کوتاه هرچند در این فیلم شرکت کنن. خواهش میکنم. عرض کنم به شما، به ما ازدواج، من در زندگی اینطور فکر میکردم که در همون سالها البته که اگر انسان تسلیم سه چیز نشود این میتونه به هدف برسه: یکی زن، یکی زر، یکی زور. زن نه به عنوان زن انسان، زن به عنوان سکس. به قول فوکو به عنوان خدا، خدای سکس. چون مذر در سکس مرد رو قبول ندارم تو قرب میدونه که مذر سکس هم. پس قبل تا قبل همسر بگیرم به اصطلاح در افت بسیار کوشا بودم. ولی شیک پوشی هم میکردی آقا شما؟ شیک پوشی ربطی به افت نبود. نه منظور آره میشه علاقمندی، علاقمندی تو مسائل شیک پوشی نام بود، اون منظورم نبود. اون اونا اطباب نه زن پسندی بود، زن به پسندگی آره. شیک بودم نه از باب این بود که به اصطلاح ربط مستقیم میداشت از دید من، هنوزم دارد با شخصیت آدمی، که به اصطلاح انسان دو جوره، یه وقت خودخواهی دارد، یکی خودباوری دارد و باید به خودش بها بده. اگه بخواد به خودش بها بده، بخشی از این بها دادنم این است که سر وضع خودش مراقب باشه. کسی اگر مراقب سر وضع خودش نشود، از این مشکل می شود باور قبول کرد که این به شخصیت دیگران احترام میگذاره و برای دیگران محلی از اعراب قائله و این چیزه. از این باب بود و اون رو الان هم دارم و اون وقت هم داشتم. عرض کنم به شما نمیگم به این که اون ترتیب که جوان ها میکردن من هیچ وقت نکردم. بروم تو خیابان ها و مثلا دنبال دختر و این ترتیبات، این رو نکردم. اینی که سعی بکنم، حتی مواردی هم پیش آمده که دیدم که نه این با زندگی من جور نیست، به اون دارنده اظهار کننده علاقه یا دارنده علاقه خیلی با صراحت گفتم که شما بهتر فکر دیگه ای بکنید، به لازمه که زندگی من یه زندگی خاصی است، اینجور نیست که بشود با هر کس شریک شد. به این ترتیب پس زندگی قبل از ازدواج من به این ترتیب گذشته که به اصطلاح از نظر جنسی در فشار بودم، به لازمه که به ترتیبی که مرسوم بوده در اون جامعه من ارضای جنسی نمی شدم. اما به اصطلاح این فشار جنسی رو ارضا می کردم از راه این که در جستجوی همسری هستم که بتواند با من این زندگی مشترک رو بکند. خود این که در جستجو هستم پای صبر کرد مقداری حالت به اصطلاح تحمل پذیری در من ایجاد میکرد نسبت به اون فشار. و خب حالا برای تو ذهن خودم هم یه تصوراتی رو کرده بودم از زنی که میتوانه با من همسر بشه و این چه تحمل هایی میخواد، چه جوری میخواد، فلان میخواد، کزا میخواد، اینا تو ذهن خودم مرتب کردم و حتی پرسشنامه هم تهیه کردم برای خودتون؟ برای پرسشنامه ذهنی داشتم. دو سه بارم در تهران اشخاصی رو معرفی کردن، رفتن و اون همینجوری که الان داری شما از من سوال میکنی، فرض کنید من هم از اون
نامزد خیلی که هنوز معلوم نیست، حتی نامزد نیست، اونم حالا آشنا بشویم، این پرسش ها رو میکردم و بعد به اینها نمره میدادم دیگه، حالا تو حال روز اون وقت. تا اینکه دفعه اولی که ما رو گرفتن و بردن به ساواک، بردن ساواک همین پیش این مولوی، سرتیپ مولوی ها بود، رئیس شعبانی شده بود، پلیس تهران شده بود، رئیس پلیس تهران شده بود مدت ساواک تهران. بله ساواک تهران بردن پیش او. نگاهی به من، قیافه من کرد، گفت قیافت هم بد نیست، برو دختر بازی، این کار چی میخواد؟ این وقت شب آخه حیف نیست که شما رو این وقت شب بیارن اینجا، از اینجا رو ببرن قزم قلعه. گفتن عجب، من نمیدونستم این دختر اسباب بازیه، شما من رو به عروسک بازی میخونید. و دیده من دختر انسان است، اسباب بازی نیست، من این کار نیست. بعد در مؤسسه معلوم بود که یه سرگوشایی نشون میدادن، چیزایی که به نظر میرسد که اینا عادی نباشه. اون همین تو ذهن من میامد به این که این زور که محصل نشد، حالا احتمال داره که زنم که محصل نبیه، ممکنه ابدا تو محسسه فهمیدم که یک چهارمی هست از همه اینا خطرناکتر هست و اون حب ریاسته. خوشبختانه اون رو در همون زمان درمان کردم، بلا احتمال داشت در ریاست جمهوری آسان نگذارم و بمانم و بسازم. خوشبختانه اونو اون وقت درمان کردم و زود رفت شد، ولی در تجربه دیدم که نه، این یکی از همه قوی تره. خب به جا، خب به مقام ریاست، خب به موتور روشن ریاست. چون اون وقت به من پیشنهاد کردن که اگر کار مؤسسه چیز رو جبهه ملی و دانشگاه و کمیته دانشگاه رو کنار بگذارم، چند پیشنهاد شد، یکیش امینی پیشنهاد کرد که من رو بکنه معاون، اول معاون شهرداری تهران، بعد از چند ماه هم شهردار ده، جوان و دانشجو و با اون سوابه و تاکتیکای امینی هم بود تو وزارت خود، توی کابینه وزارت کابینه خودش هم چند نفر از کسانی که سوابه دیگای مغایر فکر امینی هم بودن، وزیر دادگستری کرده بود و وزیر مثل علی مطیع مومان که از اعضای کمونیست سابق بود و چند نفر دیگر رو بعد، یعنی همچین کاری میکرد. آره اینجا بنار خودش بیشن که بود، میان بگم شما بشی شهردار، اونم در این سن جوانی رهبر جبهه ملی هستی. گفتم بسیار مصرف مهمی که شما خندیدم، اول گفتم شما ایران فروختی نخست وزیری گرفتی، ما معاونت شهرداری. خیلی چیزی معامله درستی نیست که ما وطن رو بودیم و معاونت شهرداری، حالا شما باز نخست وزیری گرفتی. آخر میخندی، گفت نه خیر، اونجا که بشی معاون بعد میشی شهردار، میشی شخصیت، شخصیت که شدی جات بالای مجلس جبهه ملی، یک همچه جوانی شهردار تهران، غیر از اینکه ببره صدر مجلس بنشونه چاره دیگه نداره و میشه اینجور. اون رو پیشنهاد کرد. بعد آقای عطاری و آقای دکتر نراقی پیشنهاد شد که من جانشین ایشون بشم. گفت من میخوام یک سال با من بورس دارم. یونسکو رفت بود بسین که؟ نه اون بعد رفت. بعد رفت. ولی اون وقت قرار بود یک سال بیاد به خارج و میگفت که من بشم مدیر، به شرط اینکه مدیر مؤسسه، به شرط اینکه این فعالیت سیاسی رو کنار بگذارم. اون شب که تا صبحش که من به او بگویم نه، واقعا جانم به لب رسید، چون در سن و سال اون روز وقت من و حدود تحصیلات اون وقت من مدیریت مؤسسه علوم اجتماعی اعتبارش از اون معاونت شهرداری آقای چیزم بیشتر بود. بله حداقل برای خود شما این جاذبه بیشتر داشت. آجا خیلی جاذبه بیشتر داشت و اونجورم آلودگی هم نداشت. میگفتم خب مدیر مؤسسه، رئیسم صدیقی، ظاهرش هم پسندیده بود. ولی خیلی جانم به لب رسید تا صبح
و همین رو به هر به خودم گفتم که این اون ستایی که میگفتی اگر خودت در برابر اونا آسیب ناپذیر میکنی بیونه این یکی یادت رفته بود. نجه خلاصه روز بعد گفتم نه، گفتم نه. بعد که از زندان آمدیم بیرون، شاه هم یک رئیس دفتر مخصوصی داشت. موینیان بود اسمش؟ نه نه، محبودی بود. محبودی بود بله میدان میکنی محبودی محبودی به هر حال او رو فرستاد پیش پدر من. اون رو آماده بود پیش پدر من که آقا علی‌حضرت این مطالعه کرده پرونده فرزندان شما رو، یعنی من و برادر بزرگم، و اینا استعدادهای حیفی هست، اینا باید وزیر بشن، سفیر بشن، برای چابوکش سنجابی بشه. چرا؟ حالا بیجره بودست که من با سنجابی تو جبه بدیم مخالف تو خطی و چابوکش سنجابی. پدر من گفت به این که شما اون وقت تازه علی خانی وزیر شده، وزیر اقتصاد شده بود، روبرو خونه ما هم خونش بود، علی نقی علی خانی، ولی جوانم بود نسبت به زمان خود، وزیر جوان بود. گفت حالا شما برید ببینید چی میگه. نخواستی پرد قبول نمید. گفتم خب حالا اول با شما تیک کنیم ببینیم که اگر نتیجه داد بریم اونجا با اون مشکل میشه. اون برادر بزرگ میگن که گفت اصلا غلط کرده چی برمان شما بشه شا برم آفت الله بر اون که چی. اول گفت که توم جواب داد و من نشستم با پدرم بحث کردیم که خب حالا فرض کنیم رفتیم و ایشون هم حرف زدیم و خوشش آمد و گفت که شما وزیر فرهنگ باش. علی خانی که کرده وزیر از من چیزی بیشتر داره، کمم داره. یعنی اینجا من به او گفتم بعدم این آقای که همسایی ماست از من کمم داره، زیادی هم نداره. گفت شما وزیر باش، حالا میفرمایید من وزارت بکنم یا نوکری ایشون رو؟ خب نخیر وزارت. گفتم خب این آقای قرار بود وزیر تحمل کنه، وزیر تر از مصدق کیه؟ او رو تحمل بکرد. وقتی مصدق رو تحمل نکرد یعنی شون وزیر نمیخواد، قالت میخواد. من باید به یه عنوان وزارت دلم رو خوش کنم و در اونجا نوکری این آقا رو بکنم. اوامر راجب فساد میگه باید اجرا کنم، خوب میگه اجرا کنم، بد میگه اجرا کنم. و اگر نکنم همون پیش خدمت دم در میگن آقا را نده. با چه زوری من برم اونجا پشت میز بنشینم؟ فکر کرد گفت باید هر با شماست. نه و این موارد رو گفتم با شما ببینید که اون وقت وضعیت رویه من چجوری در اون ایام برام. این وضعیتی که من دیدم نه، محیط مؤسسه یک ذره بیشتر سکسی تر از اون چیز که معمولا همچه محیطی باید باشه. پس در صدد ازدواج برامدن. عرض کنم به شما که اون ترتیبات که گفتن شد تا خواهر من به من گفت که در همتان در همسایگی ما و این برادرهای اینا هم با هم با مدرسه میرفتیم با برادرهای اینا بله خانمتون و تعریف خیلی تعریف کرد از اینشونو، گفت که قرار شد که من برم با همتان در یک سفری و ببینم و رفتم و دیدم و همون تحقیقات رو دور از یه البته دیگه اون مثل تهران نبود که بشه نشست و گفت و شنود کردم بله و به طور غیر مستقیم انجام دادیم و به همین ترتیب به ترتیب سنتی خواستگاری شد و تا بعد یک دفعه من رفتم منزل ایشون دوروی هم منزل ما پدرش هم مرحوم شد و دیدم دور مستقیم گفت و شنود کردیم. برای به ترتیب همین که در مرسوم ایران است خواستگاری شد و ترتیب ازدواج و عروسی شد در همدان. در همدان نه، عروسی شد بعد در تهران گرفتیم که در رجال جبهه مدیر رو هم یک نهار دعوت کرد
بعد آقایت در مورد دو مدتی که زندان بودین که مهندس بازرگان و تعدادی از رهبران جبهه ملی از نظر آزاده جبهه ملی همچنان بودن، خاطر زندانتون رو اگر مطالب قابل گفتنی به نظر تون برای که دو اولین زندانی بود شما رفتین دیگه، درست در اون زمان؟ بله. و دوره مصدق که یه دفعه گفتم اون بله. یک شب یک شب هم نه، برای اینکه شب تا ده اون وقتا بود ما بعدم اونجا زمانت گرفتن که روز بعدش هم برویم، اون روز که قرار بود بشه مصدق بود که خود رو معرفی کنیم بعد بریم بشه مصدق، به جایی که معرفی کنیم بریم ما رو گرفتن اونجا زندان. اون که اون هم خاطره داشت البته، برای اینکه یک جایی ما رو انداختن فور یک اتاق وسیعی بود از داش و چاقو کش و همه جور توش، حتی یکی چاقو زده بودن شکمش با یه لنگ همینجوری گذاشته رو شکم نشسته بود، هر من داد میزنم بابا این بیچاره اقلا مریض خونه ببرید. اون وقت اونجا همین داشا یک تئاتری در آوردن که خیلی واقعا هم دیدنیست هم چیزی، هنوز هم تو ذهن من مونده که ادای ساعد رو در می آوردن، ساعد مراقی رو برمونده داشا هم و اینقدر که من خندیدم اصلا یادم رو، بعد زور خدا آمده ای بابا ما قرار بود میشه مصدق بریم، همه اینا ادا در می آوردن و به زلال تئاتری کنونم تئاتری میشه اگهش دو ساعد و داشت چرت میزد پشت میزشو، اون آمده بود میگفت که مثلا فرض کنید که میگن نامجو رکورد شکسته، چیه؟ چطوره؟ خب به شهرمانی برارد بگیرد مال مردم را ضایع کرده خسارت بگیرد ازش از این نوع همینجوری میگفتن دار ولی در که ردیم اون دوره بعد از مصدقی همه مثالای فعالیت جبهه ملی، دفعه اول به قزلقلعه انداختن، دفعه دوم به زندان که بعد شد زندان کمیته شد، کمیته شهربانی شد، پشت شهربانی، بله دفعه دوم اونجا، دفعه دوم با رهبران جبهه ملی هم بند بودیم، یعنی اونها در بهداری زندان بودن ما در بند یک زندان بودیم، زندان موقت، ما زندان موقت. بعد که تعداد ما کم شد ما هم بردن پیش اونا در چیزی مدتی هم با اونها در اتاق مجاور، اونا یه اتاق بزرگ در ما یه اتاق کوچک چاپن نفرد فرض کنم به شما. در دوم زندان موقت ما یک کتابخانه هم ایجاد کردیم برای اون زندان موقت، یعنی اینطور ترتیب دادیم که دانشجویانی که براشون کتاب می آمد و می خوندن اینا رو بعد بدن به اون همینطور هم شد و اونجا هم یک کتاب کنیم تشکیل شد و این که کارنامه روزانه رو نوشتم من از اونجا شروع کردم. بعد از این کارنامه روزانه می بشید در انقلاب اسلامی چاپ می شود، بعد که در ریاست جمهوری ادامه دادم اون در زندان اون شروع کردم خطاب به همسرم می نوشتم روزنامه که چه می گذارد و من چه می کنم تا عصر تا شب این و اونجا به اصطلاح مطالعه بخشی از تقسیم ساعت کرده بودیم و قسمتی به بحث می گذشت قسمتی به مطالعات و کتاب و به رزاله قسمتی هم به تفریح و گفت و شنود و این چیزا من این ترتیب رو داریم برسشیم.